سلام، به فراخبر خوش آمدید در این برنامه. نشست کابل از آخرین فرصت حکومت افغانستان به طالبان تا با هدف شکل دادن اجماعی منطقه‌ای در پیکار با حراس افغانی. آیا 20 کشور اشتراک کننده در نشست کابل طالبان را به میز گفتگوهای سال خواهند کشاند؟ رئیس جمهور آفریقای جنوبی به دنبال اقامت در دبی. کابل در میان اوج تنش‌های سیاسی و بی‌امنیتی نشست صلح را برگزار کرد. نشستی که حکومت افغانستان در جهت شکل دادن اجماعی منطقه‌ای و جهانی در باب صلح و کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح میزبانی میکند. رئیس جمهور غنی در این نشست که نمایندگان 20 کشور و سازمانهای بین‌المللی در آن حضور دارند، خطاب به طالبان میگوید که پس از ترسیم نقشه راه صلح که این گروه میتواند یک دفتر نمایندگی برای خودشان بگشایند. رئیس جمهور میگوید که این نشست آخرین فرصت برای طالبان خواهد بود. رئیس جمهور غنی همچنان از پاکستان میخواهد که خواستهایش را به کابل مطرح سازد. اما آیا نشست کابل در کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح مؤثر خواهد افتاد؟ برای بحث بیشتر در این باره شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری همراه ماست و دکتر داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان تا دقایق دیگر به برنامه خواهند آمد. اما پیش از آغاز بحثمان به بخش از سخنرانی رئیس اجرایه در پایان نشست کابل به گونه زنده توجه فرمایید. ما باید اختلافات حزبی و گروهی را کنار بگذاریم و با وسیله ساختن تمام نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی به اهداف و روایت‌های مشترک دست یابیم و با هم با نیات خشونت آمیز دشمنان خیش مقابله نماییم. اگر خواهان حفظ اعتماد و حمایت مردم خیش هستیم، این بسیج نیازمند بازنگری استراتژیک، اراده سیاسی، همکاری نزدیک و کنار گذاشتن تبعیض در گفتار، عمل و برنامه ریزی می باشد. با در نظر داشت حساسیت های موجود، ما نیازمند اولویت بندی کارهای خود هستیم و نباید اجازه دهیم کارهای ثانوی و غیر مهم برای ما دست و پاگیر شوند. We should also be tolerant of criticism in civil protest. مو هم درست باید انتقاد و لرنیف و مقابل که زغم بولن. افغان ملت با طولانیز توگه مایوس خوکسوای او قهر دهی. ملت ده اساسی قانون مخی حق لری چه خپل نظرونه ده سولیز و لرینونو او مدنی حرکات و لیاره اظهار کری. زخپل په هیڅ کله د خلکو د اساسي حق لوغوی وانخلم او نه به هم بل چاته اجازه ورکړم چې قانون منونکو هیوادوالو ته مو ضرر ورسوي. ځکه خو په دې تیرو څو ورځو غمیزې په ازاده توګه وڅیړل سي. خو زموږ لومړیتوب دمګړۍ دوه خواوې لري. اول د هغه خطر مخنیوی وکړو چې اوس دستي مو ګواښي، او دوهم پروغو داخلی سیاسی انتقادونو فکر او غور وکړو چې رغنیزه بڼه لري او زموږ مرسته کوي چې امنیتي حالت ښه کړو او نورو تشویش پاروونکو لومړیتوبونو ته پام وکړو. زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشرانو، د نظر خاوندانو، دینی عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یوه رغوونکې مذاکره کې برخه واخلي، څو موږ اندېښمنونکي لومړیتوبونه مشخص، ګټور او عملي نظریات جمع او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا موخه ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه مسؤلینو تغییر په بایه ترلاسه کیدی شي، ترلاسه دي شي، ولې ضروري ده چې هوښیار تصمیم ونیسو. موږ اړ یو چې د انتقادونو او وړاندیزونو سره د چلند لپاره پر یوې مؤثرې او مثمرې پروسې باندې سره سلا سو. راځئ دښمن ته دا چانس ورنه کړو چې موږ له خپلو وجایبو څخه بې لارې کړي او یا مو پر مختلفو صفونو وویشي. هغلو خو هغلو زموږ نهایي موخه پر عدالت په تاکید سره د سولې راتګ دی. دا سوله د برابري، ډیروالي او ټول شمولې اصول چې د سولې د ملي پروسې لپاره تهداف ګڼل کیږي په بر کې نیسي. دا سوله یوې مثبتې منطقوي او جهاني اجماع ته اړتیا لري.
جمع ولسمشر اشرف غنی به تفصیل سره د توریزم د خطر او سیمایزو او نړیوالو مسؤلیتونو په اړه خبرې کړي دي. ولی غواړم ووایم چې له افغانستان دباندې له تروریستانو سره د افغانستان پر ضد د جګړې لپاره همکاري کیږي. د دې هڅې یوه برخه کې چې د کنټرول او قومنداني مرکز یې له افغانستان څخه دباندې دی د اسلام څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او قومي سیاستونه ترویج کیږي څو له همدې لارې زموږ تر سرحدونو دباندې د زلګونو پېژندسو تنلارو او توریستي ګروپونو او همداراز د افغانستان او د هغو سیمو څخه چې پکې دولتي حاکمیت ضعیف ده سربازګري وکړي. د هڅې بله برخه کې له غربت، ضعیفي حکومتداري او بې عدالتي څخه ګټه پورته کیږي څو د مشخصو ټولنو په مشروع غوښتنو کې خپل البته اهداف ولټوي. د تریاکو کاروبار، قاچاق او د پیسو په مقابل کې سربازنیونه د خاصو ایجاد شوو چینلونو څخه پر مخ ځي څو د اعمالو ته ښه چاپېریال رامنځته شي. د توریزم پر ضد جګړه کې موږ ضرورت لرو چې د توریستانو خوندي ځایونه او د هغوی ملاتړي تاسیسات په یو مخیز توګه له منځه یوسو. ډېری دغه تاسیسات له افغانستان دباندې دي او موږ ولاړ نه دي چې ډېر ناوخته شي مجبور یو چې په اړه یې اقدامات وکړو. ځکه نو زموږ دوه اړخیزې او څو اړخیزه هڅې باید په اساسي توګه د دغو بهرنیو ابعادو سره مبارزې ته متمرکز وي. همداراز کورنیو ستونزو ته رسیدګي هڅې هم د ملي یووالي حکومت په رهبري او سیاسیونو پورې اړه لري. زموږ د تکړه امنیتي ځواکونو ملاتړ د لوړې کچې له فساد سره مبارزه یو کارنده قضایي سیستم ایجاد او خلکو ته د کار موندنه د هغو مسؤلیتونو څه دي چې موږ باید په جدیت. سخنرانی اختتامیه رئیس اجرایه در نشست کابل بود و حالا ادامه برنامه فراخبر. خیلی خوش آمدین دکتر صاحب مرادیان و آقای مرتضوی. آقای مرتضوی، زمان رئیس جمهور غنی در نشست کابل در واقع نشست آخرین فرصت با طالبان عنوان میکنه، رئیس جمهور میخواه با بیان این حرف و طالبان چه بگه و چه پیام را برسانه؟ بسیار تشکر از شما. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون استاد مرادیان و با عرض تسلیت به حادثه رویداد که امروز در هرات اتفاق افتاد، نشستی که امروز برگزار شد برای افغانستان در شرایطی که ما حداقل از چهارشنبه تا حالا شاهد چندین رویداد تروریستی بودیم یک دستاورد بسیار کلان برای افغانستان، برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان است. ولی پیام هایی که امروز ارائه شد، این پیام ها مخاطبانش مشخص است، هم برای پاکستان هم برای طالبان. حکومت افغانستان امروز رئیس جمهور در بیانش به صورت واضح گفتند که ما واقعا نمیدانیم که پاکستان از ما چی میخواهد و پیام واضح دیگه به طالبان بودند که اگر واقعا شما آمادگی دارین برای گفتگوها، حتی این ظرفیت وجود دارد که برایتان آدرسی داده شود، دفتری داده شود و بیاین روی هر موضوع و مشکلی که وجود داره صحبت صورت بگیره، ولی اگر واقعا شما تصمیم دارین که به جنایت، به کشتار مردم ادامه بدین، این فرصت دیگه برای شما محدود هست و حکومت با اجماعی که فعلا شکل گرفته در برابر حرکت های تروریستی شما استادگی میکنه. و اگر طالبان به این درخواست حکومت افغانستان پاسخ منفی داشته باشند، دیگر در گفتگوهای صلح برای طالبان بسته خواهند شد؟ بدون شک رئیس جمهور تاکید کرد که این فرصت محدود هست و طالبان میتونه از این فرصت استفاده کنه و همین رقم که ما توانستیم در یک گفتگوی بین الافغانی با حکمتیار به یک توافق برسیم، طالبان هم می توانند از فرصت ها استفاده کنند، ولی واقعا اونا به جنایت و کشتار ادامه بدهند بدون شک فرصت هم از دست میدن. اما طالبان در اعلامیه در واکنش به این حرف های رئیس جمهور غنی گفتند در موجودیت نیروهای خارجی دیگر گفتگوهای صلح به معناست، پاسخ منفی ارائه کردن به شما. طالبان سالهای طولانی است که در بیانیه های خود و اظهارات خود نیروهای خارجی را بهانه میگیره و شما میبینید که فعلا نیروهای خارجی صرفا در حد مشوره و آموزش دهی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان است و بیشتر از 130 هزار نیرو افغانستان ترک کردند که حداقل تا پیش از 2014 اونها حضور داشتند و این بهانه هیچ گونه نمیتواند توجیه برای ادامه جنگ طالبان باشه. ممنون و ادامه فراخبر تا لحظات دیگر تقدیم میشود.
آقای مرادیان، پیام های رئیس جمهور غنی به طالبان و پاکستان شما چگونه تحلیل میکنین؟ آیا این گونه موضع‌گیری ها و رویکرد حکومت وحدت ملی در برابر طالبان در واقع مؤثر خواهد افتاد و در مجموع نشست کابل میتونه طالبان به میز گفتگوهای صلح بکشانه با توجه به این رویکرد و آجندای این نشست؟ خب درود بر شما و آقای مرتضوی. ما هم در ادامه صحبت های آقای مرتضوی قم شرکی خود خوب با مردم افغانستان به خاطر یک هفته بسیار تلخ و خونین در میان میگذارم. اما در کنار قم ها یک نکته که هم امروز در هرات شاهد بودیم و هم روزهای گذشته و همه همبستگی مردم افغانستان که نمادی همبستگی یک مردم صف بستن در شفاخانه ها برای اهدای خون و یکی امروز هر کسی که برصد خون از او ریخته می شود کسانی هستن همسایا بیرون دور و نزدیک که می خوان با اهدای خود همو همبستگی خود خوب با یک دیگر نشان بدن و همچنین یک سپاسگزاری باید از نیروهای امنیتی داشته باشون که در روزهای سخت واقعا تلاش کردن، تلاش میکنن و دستاوردهای خوب داشتن و همچنین از مامورین حکومتی افغانستان، وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری که تلاش کردن که امروز این نشست برگزار شود. ما هم با آقای مرتضوی هم دیدگاه هستم که یک دستاورد خوبی هست برای افغانستان که در شرایط سخت یک پیام مثبت از کابل ترسیم شد. در پاسخ به سوال شما، خب ببینید در قسمت جنگ تمام جنگ ها در کنار مبارزه مسلحانه ابزارهای دیگر هم در اختیار طرفین بوده است که در جنگ افغانستان هم از این اصل مستثنا نیست. بنابراین دروازه گفتگو همیشه ما باید باز نگه داریم و ما نباید از گفتگو هراس داشته باشیم، به دلیل که شما با دشمن خود گفتگو میکنید و همزمان با دشمن خود مبارزه هم میکنید. بعد اصل گفتگو ما نباید از گفتگو هراس داشته باشیم بلکه پیش قدم گفتگو باید باشیم. اما این گفتگو باید در کنار سایر مؤلفه ها باید باشد که مهمترین مؤلفه موفقیت گفتگوهای صلح ثبات سیاسی و مشروعیت سیاسی طرفین می باشد. و در مورد افغانستان، خب سوالی که برای ما به عنوان یک شهروند وجود دارد، اگر ما در اسلام آباد یا راولپندی امروز می بودم، خوشبختانه در کابل هستم و این صحبت های رئیس جمهور می شنیدم، اما واقعیت های بیرون از دروازه ارگر هم اکثر می دیدم، خبرها می شنیدم، آیا ما دلگرم می شدم، امیدوار می شدم که ما بیان با چنین حکومت، با چنین طرف مذاکره داشته باشم، طرفی که ثبات سیاسی از او بسیار شکننده می باشد و طرفی که اقتدار و مشروعیت سیاسی از او هم بسیار شکنده می باشد. بنابراین برای موفقیت در مذاکره با طالبان که ما نمی خواهیم رد کنم، پیش شرط هایی وجود دارد که مهمترین پیش شرط ثبات سیاسی دولت افغانستان است، اقتدار دموکراتیک است و مشروعیت سیاسی، که متاسفانه حکومت افغانستان در هر سه از این مسئله با کمبودهای بسیار چشمگیر مواجه است. خیلی سپاسگزارم آقای مرتضوی. حالا از فرموده های آقای مرادیان برمی آید که در واقع فضای حاکم چند صدایی و موجودیت اختلاف در سپهر سیاسی در حکومت وحدت ملی در واقع تلاش های حکومت افغانستان یا نتیجه نشست کابل تضعیف خواهد کرد، لطمه خواهد زد، اصلا امید نمیشه در چنین یک فضایی به این نشست ها بست. چیز را که استاد اشاره کردن بدون شک دقیق است. یعنی ما زمانی می توانیم که به یک دستاورد بسیار خوبی همراه باشیم که یک انسجام قوی داخلی داشته باشیم، ولی هم حکومت افغانستان، هم نخبگان سیاسی افغانستان، هم رهبران سیاسی افغانستان، همه به حیث شهروندان مسئول در شرایط سختی که ما قرار داریم، یعنی نگرانی وجود داره که ما هر دم به یک سوریه بدل شویم، به یک عراق بدل شویم، به یک لیبیا بدل شویم و به یک کشور به مراتب بدتر و خطرناکتر بدل شویم. بنابراین در این شرایط ما نمیتوانیم تمام انتظارات از حکومت داشته باشیم با تمام مشکلات و چالش هایی که داره. استاد اشاره کردن و همین پیمانه که حکومت میتواند به حیث یک حکومت مسئول در برابر مبارزه با تروریسم در راستای تامین صلح گام های برداره، به مو اندازه
نهادهای مدنی ما، رسانه های ما، نخبگان سیاسی ما، احزاب ما، همه مسئول هستیم که چطور می توانیم افغانستان در این شرایط سخت و دشوار کمک کنیم که این مرحله عبور کنیم. پس حالا شما میپذیرین که رخدادهای اخیر و موقف گیری های جناح‌های سیاسی و برخی از مقام های دولتی در مقابل حکومت وحدت ملی در واقع نشست متاثر خواهد ساخت، درست است؟ خب ما به هر پیمانه ای که در داخل افغانستان دوچار شکاف های داخلی باشیم، چی سیاسی باشد چی قومی باشد، درست است. از یک لحاظ یک ظرفیتی که در افغانستان به وجود آمده که در یک فضای خوب و باز هر کس میتونه دیدگاه خود بیان کنه و تحمل شنیدن هم وجود داره، ولی از او طرف به هر میزانی که فاصله ها و شکاف ها زیاد شوه، رنگ و بوی قومی و سمتی و زبانی یا تنظیمی بگیره، به اون میزان میتونه کل ما را آسیب پذیر کنه، هم روند آسیب پذیر کنه، هم افغانستان میتونه با یک مشکل و چالش مواجه بشه. با این حساب فکر نمیکنید بهتر بود حکومت افغانستان نخواست یک اجماع داخلی را شکل میداد، یک تفاهم واحد در حول محور مسائل کلان افغانستان شکل می گرفت، بعد به دنبال اجماع منطقه و برگزاری چنین نشست ها می رفت؟ در این راستا حکومت رئیس جمهور تمام تلاش خود انجام داده و صحبت های هم با رهبرای سیاسی مختلف داشته تا دیدگاه همه برای متمرکز باشد. ما انتظار داریم که مسئولینی که در ساختار حکومت شریک بوده، جزء نظام بودن، مسئولیت های سنگین داشتن، اونا هم همانند رئیس جمهور مسئولیت پذیر باشد و در این شرایطی که ما تانستیم یک کنفرانس بین المللی را برای اولین بار با مدیریت خود افغان ها در کابل برگزار کنیم، ما انتظار داشتیم که اونا هم از این روند استقبال کنند و حمایت کنند. حالا حکومت افغانستان در هر حالتش میکوشه که با برگزاری چنین یک نشست های طالبان به میز گفتگوهای صلح بکشانه، اجماع منطقه‌ای، وحدت نظر در سطح منطقه و فرامنطقه در حول محور جنگ و مصالحه افغانستان در واقع شکل بگیره. چگونه ممکن است در موجودیت یک تفاوت دیدگاه ها، منافع متضاد، منافع متفاوت در میان کشورها در محدوده جغرافی افغانستان چنین یک حالت در مقابل افغانستان شکل بگیره؟ منظور اجماع منطقه است. مهمترین چیز برای ما اجماع داخلی می باشد، یعنی شکاف های رو به گسترش که در سطح سیاسیون به وجود آمده است، او بسیار مهمتر از این هست که ما نگران باشیم که پاکستان چی فکر میکند، ایران چی فکر میکند، روسیه یا آمریکا دنبال چی میشه. حالا آقای مرتضی گفتن حکومت افغانستان تلاش های خود انجام داده به خاطر یک اجماع داخلی روی مسائل کلان ملی در افغانستان، اما حالا اون وظیفه دیگر است که بیاین با حکومت افغانستان به تفاهم برسن، گفتگو کنن. خب ببینید، در حکومت افغانستان چهرهای بسیار خوب و مسئول میباشن، اما مشکلی که وجود دارد رئیس جمهور است. من صحبت های امروز رئیس جمهور که میشنیدم به ذهن ما آمد که رئیس جمهور کشور به اسم افغانستان نیست، به خاطر که دیدگاه و تصویری که از افغانستان ارائه داد در این کنفرانس مهم بین المللی میاد مسئله وزارت داخله را مطرح میکند. وزارت داخله جای از او، مسئولیت از او مربوط به وزیر داخله، معین اداری وزارت داخله است که بیاد به مردم افغانستان توضیح بدهد، نه رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مهم بین المللی. بنابراین من مشکل در این میبینم که آقای اشرف غنی با واقعیت هایی که امروز در افغانستان میگذرد بیگانه است، در یک دنیای دیگری هست، در یک دنیای دیگری است و یک تصور غلط هم که وجود دارد این هست که عده در ارک فکر میکنن بقای ما در ارک مساویست با بقای افغانستان و اگر ما نباشیم افغانستان سقوط میکنه. این چنین نیست. خوشبختانه دولت افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان، مردم افغانستان به او رشد و بلوغ رسیدن که بتوانند در برابر چالش ها مقاومت کنند. بنابراین او تکروی ها و تکسری هایی که امروز در ارگ وجود دارد و تصور غلطی که اینا از واقعیت ها دارند، مشکل اونجا می باشد. در افغانستان خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق مردم افغانستان طرفدار دولت هستند. همه ما می خواهیم این دولت کامیاب باشد. جناح‌های سیاسی چی در داخل حکومت چی در بیرون حکومت، اونا جریان‌های ضد دولتی نیستند، اونا خواهان کامیابی دولت هستند. جوان‌هایی که امروز در
خیابان‌های کابل تظاهرات میکنن، اونها ضد دولت نیستن، اونها خواهان موفقیت دولت هستن. بنابراین مشکل اصلی وجود جریان های ضد دولتی نیست، بلی هست که دولتی هست که دولتی عمل نمیکنه. حالا آقای مرتضوی گفتن حکومت جریان های ناراض از سیاست های حکومت وحدت ملی را با گفتگو و مفاهمه فرا خواندن، اینها اصلا آماده گفتگو نیستن دیگر، حکومت مسئولیت خود انجام داده. خب ببینید این قدم خوب است در دموکراسی. ببینید در همه کشورهایی که قدرت ائتلافی وجود دارد اختلافات قهر کردن های تحریم ها وجود دارد و ما نباید نگران باشیم، اما برای هر مذاکره قدم های عملی وجود دارد. ببینید شما وقتی که ما یک در یک اصطلاحی هست میگن وقتی که فاتحه و خواستگاری میشود شما ما دعوت میکنین، اما وقتی که عروسی میشود ما دعوت نمیکنین. بنابراین وقتی که اگر نیاز به مذاکره احساس شده است باید گام های عملی برداشته شود. فقط با موضع اخلاقی و توصیه های سیاسی و اینها شما نمیتوانید گرر باز کنید. نیاز به درایت سیاسی و هنر سیاسی دارد که این گرار عملا باز کنند و خوشبختانه این گره ها باز کردنی از آقای ربانی که امروز در جلسه تحریم کرد او شخصیتی هست که خواهان موفقیت دولت است. آقای اتمر هم خواهان موفقیت افغانستان هست. اما بستگی به درایت رئیس جمهور دارد که چگونه اتمر و آقای ربانی رو دور یک میز نگه بدارد و این هنر نیست که شما یک جناح را از دست بدین جناح دیگر حفظ کنید. آقای مرتضوی، حالا آقای مرادیان اصلا باور نداره به نتیجه چنین نشست های، چون به فرموده ایشان نخست باید حکومت افغانستان به مسائل داخلی با اختلاف ها و مشکلات داخلی خود می پرداخت، بعد دنبال چنین یک نشست های میره. به گفته آقای مرادیان رئیس جمهور غنی اصلا از واقعیت های عینی جامعه، از واقعیت های افغانستان، از واقعیت های بیرون از ارگ ریاست جمهوری تصور غلط داره. نه، با احترام بسیار زیادی که به استاد دارم، رئیس جمهور در شروع بیانیه یک تصویر دردناک از افغانستان ارائه میکنه، از شمار افرادی که بیجا شده، مهاجر شده و شمار زیادی که قربانی شده، سربازانی که جانهای خود داده و تصویری که سالها مردم افغانستان درد و رنج و ستم دیده، او هم از ناحیه گروه های تروریستی و پیام هایی که ارائه میکنه این است که ما چطور میتونیم به اجماع برسیم که در برابر این موج خطرناک ما استادگی کنیم. ممنون از حضورتان در برنامه. دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری. در اخیر خبر کوتاه را ببینید. خداوند نگهدارتان. بر اساس گزارش روزنامه‌های محلی آفریقای جنوبی، جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در حال برنامه‌ریزی برای تهیه منزل در دبی است. انتشار این خبر پس از آن صورت می‌گیرد که فشارهای داخلی برای برکناری وی رو به افزایش است و روابط میان رئیس جمهور و خانواده گوپتا فعال در زمینه کسب و کار جدی‌تر از قبل گفته شده است. اما در مقابل سخنگوی رئیس جمهور آفریقای جنوبی با ساختگی خواندن پیام‌های مذکور آن را دروغ محض دانست. در ماه‌های اخیر به علت ناکارآمد بودن راهکار اقتصادی و رسوایی‌های حزب و برکناری برخی از وزیران کابینه اعمال فشارها به زوما تشدید شده است. در همین حال اعضای کمیته اجرایی در حزب کنگره ملی آفریقا در نشست محرمانه این حزب پیشنهاد عدم اعتماد به جاکوب زوما را مطرح کردند.